سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با بیوگرافی کریستیانو رونالدو، یکی از معروف ترین فوتبالیست های پرتغالی. حتما اگه بیوگرافی رونالدو رو میخواییم بدونید تا آخر ویدیو با همراه باشین و کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو قشنگ بزنید که هر ویدیو گوشتم بفهمید، و اینستاگرام منم بالای صفحه هست اونم فالو کنید، و اگه ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کنید. بی وقت بریم سراغ ویدیو. کریستیانو رونالدو دو سانتوس آویرو، پرتغالی زاده 5 فوریه سال 1985، بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که برای باشگاه منچستر یونایتد و تیم ملی پرتغال در پست مهاجم بازی می‌کند. او اغلب به عنوان بهترین بازیکن جهان در نظر گرفته می‌شود و از او به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تمام ادوار نیز یاد می‌شود. رونالدو 5 توپ طلایی و 4 کفش طلایی اروپا دریافت کرده که برای یک بازیکن اروپایی رکورد محسوب می شود. او در طول دوران حرفه‌ای از 32 کسب کرده که شامل 5 لیگ قهرمانان اروپا، 1 جام ملت‌های اروپا و 1 لیگ ملت‌های اروپا می شود. رونالدو دارای بیشترین گل زده و بیشترین پاس گل در لیگ قهرمانان اروپا، بیشترین گل زده در جام ملت‌های اروپا و بیشترین گل ملی در فوتبال مردان است. او از معدود بازیکنانی است که در بیش از 1100 بازی رسمی حضور داشته و بیش از 780 گل برای باشگاه و تیم ملیش به ثمر رسانده است. او در پرتغال به دنیا آمد و بزرگ شد و فوتبالش را در رده بزرگسالان در اسپورتینگ آغاز کرد. در سال 2003 و در 18 سالگی به منچستر یونایتد پیوست و در اولین فصلش در این تیم قهرمان جام حذفی انگلستان شد. او در ادامه با این تیم در 3 فصل متوالی قهرمان لیگ برتر شد و سپس لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان را نیز فتح کرد و در 23 سالگی برنده اولین توپ طلایی شد. رونالدو در هنگام انتقال 94 میلیون یورو به باشگاه فوتبال رئال مادرید در سال 2009 به گران قیمت‌ترین بازیکن فوتبال در آن زمان تبدیل شد. رونالدو در رئال مادرید 15 جام کسب کرد که شامل 2 لالیگا، 2 کوپا دل ری و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا بود و به بهترین گلزن تاریخ باشگاه رئال مادرید تبدیل شد. او 4 بار دیگر در سالهای 2013، 2014 و همچنین در سالهای 2016 و 2017 برنده توپ طلایی شد و 3 بار نیز در نتیجه نظرسنجی توپ طلا دوم شد و توپ طلا به رقیبش یعنی لیونل مسی رسید. در سال 2018 رونالدو با مبلغ 100 میلیون یورو از رئال مادرید به یوونتوس پیوست که او را به گران قیمت ترین بازیکن در لیگ ایتالیا و همچنین گران قیمت ترین بازیکن بالای 30 سال در دنیا تبدیل کرد. او همراه با این تیم 2 قهرمانی سری آ، 2 قهرمانی کوپای ایتالیا و 2 قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا را کسب کرد و نهایتاً در سال 2021 به منچستر یونایتد بازگشت. رونالدو در سال 2003 و در 18 سالگی برای اولین بار برای تیم ملی بزرگسالان پرتغال به میدان رفت و تا کنون بیش از 180 بار پیراهن تیم ملی پرتغال را برتن کرده که از این حیث در پرتغال رکورددار است. او با بیش از 110 گل ملی عنوان برترین گلزن ملی پرتغال را نیز در اختیار دارد. او تاکنون در 11 تورنمنت بین‌المللی برای پرتغال به میدان رفته و در آنها گلزنی کرده. او اولین گل ملیش را در 2004 برای پرتغال به ثمر رساند. از جوان 2008 او کاپیتان تیم ملی پرتغال است. در سال 2015 رونالدو از سوی فدراسیون فوتبال پرتغال به عنوان برترین بازیکن تاریخ این کشور انتخاب شد. یک سال بعد با کمک او تیم ملی پرتغال به فینال 2016 رسید و در این جام قهرمان شد. او نیز کفش نقره‌ای این جام را کسب کرد. او همچنین با تیم ملی پرتغال در لیگ ملت‌های اروپای 2019 قهرمان شد و کفش طلایی 2020 را نیز کسب کرد.
رونالدو یکی از مشهورترین و ثروتمندترین ورزشکاران در دنیاست. او در سال 2016 و 2017 از سوی مجله فوربرز به عنوان پردرآمدترین ورزشکار دنیا انتخاب شد و از سال 2016 تا 2019 از سوی ESPN به عنوان مشهورترین ورزشکار دنیا انتخاب شد. مجله تایم در سال 2014 نام او را در فهرست 100 فرد تاثیرگذار در دنیا قرار داد. او اولین بازیکن فوتبال و سومین ورزشکار در طول تاریخ است که به درآمد بیش از 1 میلیارد دلار رسید. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلشم بزنید که هر ویدیو گذاشتم بفهمید و اینستاگرام منم بالای صفحه هست، اونم حتما فالو کنید و اگر ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کنید و حتما نظراتتون رو تو کامنت بهم بگین که بدونم چه بیوگرافیایی درست کنم، یا هر بیوگرافی دوست دارین بگین، من حتما میام چک میکنم. خدا نگهدار.